8 سال پیش وقتی متوجه شدم که بال دارم رفتم آزمایش بدم. همونجا بود که متوجه شدم به بیماریم مبتلا شدم. این ویروس از طریق شوهرم به من منتقل شد، ولی هیچ وقت خودمون نفهمیدیم که اون از کجا به این ویروس مبتلا شد، چون متاسفانه شوهرم آدمی بود که روابط نامشروع زیادی داشت. لحظه که به من گفتن این بیماری رو دارم، دقیقا برام لحظه آخر دنیا بود. یعنی لحظه آخر دنیا که میگن دقیقا همون لحظه بود. یعنی نمیدونستم اصلا باید چی کار بکنم، خودم رو بکشم، بچم رو بکشم، شوهرم رو بکشم. فقط دلم میخواست که داد بزنم، دلم میخواست وجود نداشتم، دلم میخواست از بین برم. خیلی اصلا خیلی لحظه سختی بود که اصلا الان که یادم میفته میبینم که واقعا لطف خدا بوده که من تونستم اصلا زنده موندم تا الان و تونستم با بچم با این شرایط سخت تا اینجا برسونم خودم رو. در واقع حلقه مفقوده ما به عنوان یک چالش اساسی بحث آموزش هست، آموزش مهارت‌های زندگی، مخصوصاً در بحث روابط زناشویی. چه کار کنن یک زوج که در واقع با هم زندگی مشترکی رو شروع میکنن با عشق و علاقه و محبت، از این موضوع در زندگیشون نهایت لذت رو ببرن که منجر نشه به سردی و روابط تیره و متاسفانه طلاق‌های عاطفی و جدایی که بعد منجر میشه به اون آسیب اجتماعی بزرگتر و متاسفانه روابط ناسالم و نامشروعی که خوب الان در همه جوامع هست و در جامعه ما چون جامعه سنتی و مذهبی هستیم و خب شاید شیوعش مثل سایر نقاط دنیا نباشه، اما اگر مراقبت نکنیم، اگر آموزش ندیم، متاسفانه ما هم دچار اون بلا میشیم. از طی مثلا سال 83 که شروع به اصطلاح کار مرکز بوده تا الان، از اون حالت‌های بیمارانی که مراجعه کننده هایی که تزریق مواد می‌کردن، تقریبا داره تغییر آمار میده به سمت کسایی که رفتار جنسی پرخطر دارن. کسایی که مثل من دچار این بیماری شدن هیچ گناهی ندارن. فرضاً ما ویروس نیستیم، بیماریمون مصری نیستش. یعنی که انقدر به ما انگ نزنن، برچسب نزنن. حالا ما یه طرف بدشانسی آوردیم، حالا به این بیماری مبتلا شدیم، اولا مردم دیگه انقدر بهمون ظلم نکنن، دلمون رو نشکنن. سختی هایی که من کشیدم اون زمان شاید 8 سال پیش بود با یه بچه که بعدم فهمیدم باردار هستم، خیلی مشکل بود. الان من هر چقدر برای شما بگم اصلا نمیتونید حتی درک بکنید که من چی کشیدم. یه زن باردار تنها با بیماری که خوب نمیشه، بیماری که هم ازش وحشت دارن، ازش فرار میکنن، باید بچهشو به دنیا بیاره. هرچند نمیخواستم بچه هم میخواستم از بین ببرم، منتها خب چون به هر حال اعتقاد داشتم به خدا، بچه هم دیگه روح داشت، نمیخواستم این کارو بکنم. اینه که من اگر حاضر شدم با شما صحبت بکنم و
فقط دلیلش این بود که مردم متوجه بشن، مردم بدونن ماها اینقدر بد رفتار نکنن. امثال من مطمئنن تو این جامعه زیادن. حالا من خدا کمکم کرد، توکل به خدا کردم، تو این سالا تونستم با ماشینی که از شوهرم برام مونده بود مسافر کشی کنم، چون هر جا که میرفتم برحال منو بیرون مینداختن، احساس میکردن که من یه ویروسم، یه انگلم، یه خود بیماریم. اصلا اینه که خودم باید رو پای خودم وای میسادم که بتونم شکم بچم رو سیر کنم. اینه که به خاطر همین خواستم صحبت کنم که مردم بفهمند. خیلی وقتا پیش میاد میان مثلا دوتا خانوم هم اوف اینجا اینجوری رفت، اسم خانوم ها باید در رفت. بعض وقتا پیش میاد مثلا جلو دوتا خانوم ترمز میکنم سوار میشن، دیگه کلی ازم تشکر میکنن که خیلی ممنون خانوم، خدا خیلی ده. بعد دیگه میگم چرا تشکر میکنی خانوم، کرایه شو ازتون میگیرم، کاری نمیکنم که. فکر میکنن مثلا همینجوری سوارشون میکنن. مردا دیگه هر کاریشون کنید فکر میکنن راننده های بهتری هستن دیگه، کلن تو هر کاری فکر میکنن که خودشون فقط بلدن همه کاری رو. ولی آمار خیلی به هم نزدیک شده، در حالی که سالهای قبل این آمار خیلی تفاوت داشت. یعنی شاید بین 80%، 30%، 40% اون 80% بود آن سیف سکس، 30% الان تقریبا خیلی به هم نزدیکه. شاید ما پارسال مثلا 90 مورد تزریق مشترک گفته بودن داشتیم و حدود 60 مورد آن سیف سکس. الان خوب آمار مختلفی شما از طریق WHO میشنوید، از طریق حوزه سلامت ما راجع به میزان ناقلین ویروس ایدز، افرادی که تا به امروز فوت کردن، افرادی که الان بیمار هستن. خب یه زمانی از طریق انتقال فاکتور 8، از طریق در واقع ترانسفیوژن خون، و متاسفانه الان در سالهای اخیر بیشتر از طریق روابط پرخطر جنسی داره همینجور منحنی ایدز رو به افزایش میگذاره و میزان ناقلین ویروس تو کشور ما دارن متاسفانه زیاد میشن. این یه زنگ خطره. توی همین ارتباط های جنسی هم چیزی که مطرح میشه میگن اگر که ترشحاتی که حالا ترشحات جنسی اگر از طریق راه‌های معمولش باشه خب به هر حال یه درصد احتمال داره، ولی اگر راه‌های نامعمول مثل به اصطلاح ارتباط های جنسی که هم جنس با هم دیگه دارن، اون باز درصد انتقال از طریق جنسی رو بالا میبره. یعنی هر چیزی که با انتقال خون همراه باشه، خون ریزی درش اتفاق بیفته، درصد انتقال رو بالا میبره. حتما باید وارد خون بشه و یا یه ارتباط نزدیک به اصطلاح جنسی داشته باشه که مثلا حتی ممکنه با یه ارتباط و دو ارتباط هم اتفاق نیفته، ولی اگر ارتباطات سالم باشه قطعا هیچ اتفاقی نمیفته. رابطه برقرار میکنن با خانم هایی که ما به اصطلاح بهشون میگیم خانم های زنان خیابانی، و این افراد هم که خب امکان ابتلا در واقع ویروس اچ آی وی در اونها میتونه بالا باشه، افراد آقایون باهاشون ارتباط برقرار میکنند و به تبع اون یعنی بعد از اون ممکنه که بتونن این بیماری رو به همسران خودشون هم منتقل کنند. بچه هایی که به این بیماری مبتلا هستن خب واقعا بیگناه آلوده شدن. حالا بچه من متاسفانه یکی از همین بچه هاست، حالا نیازهایی داره که من نمیتونم رفع کنم. یه نیاز ساده و پیش پا افتادش اینه که میخواد با بچه های همسن و سال خودش بازی کنه، ولی حتی این اجازه رو نداره، هیچ بچه باش حاضر نیست که بازی کنه. خب همیشه این ترس رو داریم که اگه بفهمن بچه‌م به این بیماری مبتلاه بهش انگ میزنن و دل بچه‌م میشکنه بیشتر از این بود. آیندهش اصلا معلوم نیست. شاید اینقدر که نگران آینده بچه‌م هستم زندگی خودم دیگه برام مهم نیست، چون این بچه رو من به دنیا آوردم. خب من در مقابل آینده این بچه مسئولم.
الان ما یک جمعیت وسیعی از مردم رو داریم که بیکارن، که زنان سرپرست خانوارن، که سرطانیان، که دیابتیان، که نارسایی کلیه دارن و گرفتاری های مختلف از این تالسمی دارن، بیماری های مختلف خونی دارن و خب هزینه های کلانی هم میکنن. قدم نظارت اول ما این بود، اول این بود که قانونی بنویسیم که اینا رو تحت پوشش قرار بدن، قانونی بنویسیم که اینا وقتی که تحت پوشش قرار گرفتن زندگیشون رو نفروشن، خودشون رو نفروشن، دزدی نکنن، بلکه حاکمیت پوشش به اینا بده. این قانون الان وجود داره و دولت اجرا نمیکنه. الان نظارت ما در قدم اول اینه که دولت او پولی رو که برای پوشش این جمعیت دیده شده در اون صندوق ها قرار بده. وقتی این پول رو قرار داد، بحث بعدی اینه که حالا اگر کسی رو پوشش ندادن بریم نظارت کنیم که حالا چرا پوشش نداده. تا زمانی که پول وجود نداشته باشه ما نظارت بکنیم که پوشش نمیدن، خب میگه پول نیست. وقتی پول نیست چه چیزی رو نظارتی بکنیم؟ اینی که ما بگیم ما در جامعه صرفا اسلامی هستیم حتما این رعایت میشه، قطعا ما در اشتباه محض هستیم و اینکه چون ما روی همه افراد کنترل نداریم، عذرخواهی میکنم بدون پرده موضوع گفته بشه و اگر ما به این دید نگاه بکنیم نگرانیامون باید بیشتر از این هم باشه. الان که فکر میکنم میگم شاید اگر شوهر من یه آدمی بود که شاید یه ذره اعتقادات مذهبیش بیشتر بود، فقط یه ذره، شاید الان اینجوری من و بچه‌م آواره و تنها نبودیم، خودش اونجوری در بدن نمیشد، افسرده نمیشد. خیلی بدبختی خودم کشیدم، الان اینجا دارم با شهامت گریه بردارم، خیلی بدبختی کشیدم بالا دارم. سختی های زیادی کشیدم، چه خودم چه خانوادم. امروز با شناختی که از بیماریم پیدا کردم تانستم یه مقداری از اون نقصایی که داشتم از اون یه خورده کمرنگش کنم. زمانی به خودم اومدم که نه مادر بود، نه خواهر بود، نه برادر بود، نه پدر بود. پاشیدگی زندگی من رو اطرافیانم تأثیر خیلی گذاشته بود. من شاید بگم دوستامو از دست دادم، خانواده‌ام اصلا کلن از دست من فراری شدن. من فکر میکنم که یکی از راههایی که ما میتونیم پیشگیری کنیم از این مسئله اینه که سعی کنیم یه سری باورها رو تو جامعهمون تقویت کنیم، یعنی به افراد در واقع اونها رو بهشون یاد بدیم، آموزش بدیم که پایبندی به در واقع چارچوب خانواده، پایبندی به همسرانتون یه اصل مهمیه که علاوه بر اینکه خب بالاخره خانواده رو یکم مستحکم تر میکنه، از خیلی از بیماری هایی که میتونه تو جامعه شوی پیدا نکنه جلوگیری میکنه و خب این خیلی مهمه تو جامعه امروز. یه کسانی هم در ترتیب کارشون اینه، حالا اصطلاح سیکس ورکر شاید اصلا به کار بردنش خیلی مستلح نباشه تو کشور ما، ولی یه کسانی هم که از این طریق بیزینس میکنن. حالا مسئله زنان خیابانی که به کنار، یه بحث دیگه بحث مردهایی هست که با این افراد رابطه دارن. ببینید اینها دارن یک کاری خارج از اصول اخلاقی و شرعی حاکم بر جامعه ما انجام میدن. به همین دلیل اینها باید به این آقایان باید به این مسئله توجه کنن که این رابطه یه رابطه کوتاه و موقتیه. بعد از این مسئله، در واقع بعد از اتمام این رابطه، اونها دوباره به زندگی خودشون، به زندگی زناشویی خودشون، به فرزند خودشون، همسر خودشون برمیگردن. پس باید دقت کنن به این مسئله که یه رابطه کوتاه و موقتی باعث این نشه که در واقع اینا مبتلا به بیماری بشن که سالیان سال بخوان پیامدهای اون رو تحمل کنن، افراد دیگر رو ناخواسته مبتلا به این بیماری کنن و این عوارض رو در واقع به اونها هم تحمیل کنن. و متاسفانه چندان به این مسئله از سوی آقایون هم توجه نمیشه و این اشتباه بزرگیه. طبیعتا تو خیلی از نقاط دنیا که این موزل رو در واقع تونستن کنترل بکنن و جلوش رو بگیرن، افرادی که در واقع
معروفن حالا به زنان خیابانی، دختران خیابانی و یا مردای خیابانی. حالا این بیشتر شیفت پیدا کرده به سمت خانم‌ها، در حالی که ما داریم متاسفانه مسبب بسیاری از این بحث‌ها در واقع پسرای جوان و مردای خیابانی هستند که خب در واقع اونها دامن میزنن به این بحث‌ها. اینها از نظر در واقع سلامت و آلوده نبودن به بیماری‌های عفونی، مخصوصاً ناقل این ویروس، هیچ بررسی در واقع دقیق آزمایشگاهی نشده. متاسفانه ما گزارشات فراوانی داریم از طرف نهادهای مختلف که افرادی که در واقع تو این زمین دارن کار میکنن، سیکس ورکرها، ممکنه در طول 24 ساعت حداقل با 10 نفر ارتباط داشته باشن. خود این نگاه بکنید در یه دوره زمانی و در یه پیکی که اون دوران کمون در واقع ویروس ایدز هست، میتونه چه شیوعی رو در واقع در آینده رقم بزنه و بروز موارد جدید رو. یکی از این بخش ها که اتفاقا خیلی هم مهمه، افرادی هستن که این ویروس رو دارند ولی سعی میکنن که ازش چشم پوشی کنن، یعنی سعی میکنن که اون رو ندیده بگیرند. شاید بخشی از خانم های زنان خیابانی اتفاقا جز همین دسته باشن، شاید افرادی که در واقع فکر میکنن چیزی دیگه برای از دست دادن شاید وجود نداشته باشه و به دنبال این نیستن که ببینن آیا حالا این ویروس رو دارن ندارن، به این مسئله فکر نمیکنن که این ویروس رو حالا اگه به کسی منتقل کنن اون به دیگری منتقل کنه، این مسئله تو جامعه گسترش پیدا میکنه، عوارضی داره برای جامعه، شاید اصلا این مسئله دغدغه‌شون نباشه و به دنبال اینم نیستند که بخوان حالا خودشون رو حداقل خودشون رو بیان چکاپ کنن، برن چکاپ کنن که ببینن آیا این ویروس رو دارن ندارن، بالاخره تا یه حدی کنترل کنن شرایط رو. به همین دلیل این لازمه که شخصی که با اونها روبرو میشه، که شخصی که با اونها رابطه داره، حداقل به خودش فکر کنه قبل از اینکه با اینا رابطه داشته باشه، نسبت به سلامت اونها یه دغدغه‌ای داشته باشه، سعی کنه ببینه آیا حالا این رابطه بشه باعث ایجاد بیماری تو خودش نشه که حالا به شکل ناخواسته بخواد به جامعه اینو گسترش بده. داشتن روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج میتونه باعث انتقال عفونت اچ‌آی‌وی بشه. توصیه هم که در این مورد هست، اولین توصیه پرهیز از روابط جنسی پرخطر است، یعنی توصیه اول به این هستش. توصیه دوم این که حالا کسی هم که ازدواج کرده باید خودشو حفظ بکنه، باید نسبت به خانوادهش، نسبت به همسرش وفادار باشه و روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج رو نداشته باشه. اگر میشه تو بحث آسیب شناسی و یا حمایت‌های اجتماعی از این مسیر بیرونشون برده، زندگی سالمی داشته باشن که فبه المراد. این اساسیست و در واقع این اولویت کار ما باید در نظام اسلامی باشه. یه دیگه هم طبیعتاً ممکنه نخوان توی مسیرها برن، اونها هم باید به دلیلی کار آموزشی، کار فرهنگی و حمایت‌های حالا پیدا و پنهان ازشون در واقع انجام بشه که در واقع بشه اونها رو از این مسیر در واقع نجات داد. بسیاری از خانواده‌های ما و جوان‌هایی که به سن ازدواج می‌رسن، اولاً تلاش بکنیم سن ازدواج رو یه فسیلیتی‌های براشون فراهم بکنیم. جوان‌ها سن ازدواجشون متأسفانه خیلی بالا رفته، خود این در واقع مانع از ارتباطات ناسالم خیابانی میشه. این یه نکته اساسی است. دوم، یه مقداری حجب و حیا رو تو این بحث‌ها کنار بگذاریم، بی پرده یه مقداری صحبت بکنیم با جوان‌هامون، با دانشجوهامون و در واقع با گروه هدف و مخاطبین اصلی که در واقع در جامعه وجود دارن.
بهار دیروز بردن تو سینما، دیشب زود خوابیدی، یادم مفصل بپرسم فیلمش چی بود اسمش؟ فیلمش مامان چه پامرزه، قشنگ بود، خوب بود. یه زرش تعریف میکنی؟ با هم بریم دوباره ببینیم؟ نمیدونم، اگه فکر نکنم به نظر جالب بیاد. کارمو دوست دارم که الان در حال حاضر تنها کاریه که میتونم انجام بدم، بعدش دیگه خدا رو شکر خوبه. بله من بچه‌مو دارم، یه وسیله زیر پام دارم که باهاش کار میکنم. بالاخره هر چی باشه مرگ و زندگی دست خداست. درسته حالا آینده‌مو نامعلومه، ولی خب به هر حال خدا رو چه دیدیم، شاید خدا کمک کرد تو سال آینده، شاید یه دوایی هم درست شد که بیماری ما رو درمان کرد. به هر حال مهم اینه که الان داریم زندگی میکنیم با توکل به خدا. ما ها که به این بیماری مبتلا هستیم یه جمله داریم که همیشه تکرارش میکنیم، هر وقت همدیگر رو میبینیم به همدیگه یادآوری میکنیم که من با ایدز نمیمیرم، من با ایدز زندگی میکنم. همیشه اینو به همدیگه یادآوری میکنیم که به هر حال زندگی جریان داره، خدا هست، زندگی هست دیگه، اینم یه جور زندگیه دیگه.